سلامی چو بوی خوش آشنایی. بسیار محبت کردیم که بیننده عزیز برنامه جمعه شو هستید. درود میفرستم به هموطنانم در سراسر جهان، هموطنان خوبمون در داخل میهن عزیزمون ایران، هموطنانمون در کشورهای حوزه خلیج فارس، هموطنانمون در سراسر اروپا، آمریکا، کانادا، مکزیک، هر کجا که این تصویر رو میبینن یا این صدا رو میشنون یا از طریق اینترنت بیننده و شنونده برنامه‌های ما هستند. تصویر ما رو روی www.andishe.tv در سراسر جهان هم میتونید ببینید. از زمانی که از مملکتمون خارج شدیم و گروه زیادی از ایرانیان به خارج از کشور کوچ کردن، هنرمندان بسیاری هم راهی کشورهای خارج شدن. شاید بیشتر اونها به آمریکا آمدن و در بین ایالات آمریکا در کالیفرنیا بیشتر مستقر شدند و همینطور لس آنجلس به جایی رسیده که پایتخت ایرانیان غربت نشین بهش میگن. اما بسیاری از هنرمندان دیگر ما، هنرمندان خوب ما در نقاط دیگر کانادا و شهرهای دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. گاهی اوقات افتخار ما اینه که اونها از راه دور به لس آنجلس میان و من میتونم چند دقیقه با اون صحبت کنم. یکی از هنرمندانی که خود من میدونستم که در کاناداست و از او خبر داشتم و به فعالیتاش همیشه احترام میگذاشتم و جمله‌ای را که همیشه گفتم انسان زمانه خودش بود، یعنی با زمان داشت جلو میرفت و هیچ کس سعی نکرد، هیچ وقت سعی نکرد خودش رو آلوده مسائل احتمالاً پیش پا افتاده بازاری بکنه، سولی بود. سولی عزیز ما که در سالهای گذشته چهرش رو می‌دیدیم که جزو نسل جوانی بود که پا به عرصه هنر گذاشت و همراه دیگر جوانانی که آمدن و خود من در تلویزیون ملی ایران بارها از حضورش استفاده کردم و از هنرش بهره‌مند شدم در برنامه هام و او یکی از دوستان عزیزی است که من همیشه نه تنها شخصا دوستش داشتم بلکه احترام گذاشتم به راهی که همیشه دنبال کرده، برای که او به فرهنگ ایران احترام زیادی قائل، شعر رو خوب میشناسه، هر آهنگی رو نمیخونه، هر کاری رو به خاطر پول انجام نمیده. قصدم نیست چون در کنار من نشسته ازش تعریف کنم، برای که در مدتی که در خارج هستم دورادور در مسیر کاراش هستم. زولی جان خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم. خواهش میکنم، قربان شما، مرسی. سولی عزیز، هر دومون کمی پیر شدیم نه؟ کیست که پیر نشده؟ کیست که پیر نشده؟ یادش بخیر اون سالها. بله بله، سالای پرفعالیتی بود. بله. و چه خاطره خوبی دارم من با شما تو اون برنامه‌ای که تو اون موزه آبنبار انجام دادیم و خیلی برنامه استثنایی بود برای من. بعد واقعا هر وقت یاد شما میافتم یا شما رو میبینم اون تصویر اون آبنبار اصلا جلوی چشم منه. ممنونم از لطف و محبتت. سولی جان، چطور شده که همه خواننده ها کوچ کردن به این شهر فرشتگان، این لس آنجلس ما، و شما نیومدی سراغ فرشته ها؟ بخیر. والا اولا قسمت، شما نمیدونم شما اعتقاد دارید یا نه، به هر حال شامل حال ما هست. این یه مقدار اونه. بعدم طول این سالها تجربیات تازه‌ای کردم و اون تجربیات رو ادامه دادم. این اعتقادم این بوده که میشه کار کرد، میشه کار تازه کرد من. میشه کاری کرد که جوابگوی به قول معروف تمام این تحولات این چند ساله که برای ما پیش اومده باشه و یه مقدار گویای اون باشه. به این ترتیب من بیشتر مشغول خودم بودم تا به قول معروف مردم و یا اودینس خاصی یا برنامه گذاری و از این داستان ها. الان هم گاه گداری فرصتی پیش میاد که فعالیتی بکنیم. خب
البته من دست رد نمیزنم به سینش، میام تو و کار انجام میدیم، کاری که بتونیم توش بگیم که هر بار یه کار تازه کردیم. از تکرار زیاد خوشم نمیاد به قول من، و اینکه کار تازه کردن تجربه تازه است. تو تجربه تازه به هر حال آدم یه مقدار چیزای تازه یاد میگیره، به معلوماتش، به محفوظاتش و به حالش اضافه میشه. این است که من اون کار رو دنبال کردم. اجازه بدید نکته رو به خدمت بینندگان عزیزمون بگم، برای که اشاره کرد سولی به اون برنامه آبنبار، به یه توضیح بدم خدمتون، برای که سالها از اون موقع گذشته. در سالهای پیش که من برای سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران برنامه می ساختم، برای نوروز یک سری برنامه به عنوان نوروزنامه تولید کردم که هر کدوم از این برنامه ها یک نگاهی بود به یک مسئله که در نوروز هست، مثلا لباس، شیرینی، سفر و دیگر مسائلی که هست، و هر کدوم مختص اون بود، و در هر خیال میکنم 4-5 تا آهنگ به اون مناسبت لطف خوند، و شاید هم برای اولین بار بود که ما دوربین رو، اون موقع این دوربین های ویدیو به این راحتی نبود، دوربین 16 میلیمتری رو بردیم در خارج از تلویزیون. بله، منم فکر می‌کنم برای اولین بار بود که خارج از تلویزیون تولید برنامه میکردیم. بله بله، این دوربین ها رو آوردیم اونجا و آمدیم به یک آبنبار بسیار قدیمی در یادم نیست در کدوم خیابان مولوی، در خیابان مولوی وجود داشت که بسیار زیبا دکورش کرده بودن، و اون زیر یک قهوه خانه و رستوران بود، رستوران و قهوه خانه بزرگی درست کرده بودن، و اون موقع ها ما هر جا که می رفتیم با سلام و صلوات از ما استقبال می شد. دورمی رو بردیم اونجا و سولی عزیزم آمد اونجا و یکی دو تا از آهنگار رو اونجا زد. بله بله. توضیح دادم برای بینن. سولی جان، یه سوال برای خیلی ها هست که شما در اون موقعی که کار موسیقی رو دنبال میکردین یک تفاوتی داشتی با بقیه که داشتن میکردن، شاید یک نگاهی به موسیقی افغانی داشتی همیشه. بله، این نگاه به موسیقی افغانی چیزی بود که من به دلیل پیور بودن، نوبل بودن و خالص بودن اون موسیقی دنبالش بودم. و اینکه هیچ دست نخورده بودم، خیلی تازگی داشت برای من، و ما وقتی که این ملودی دست نخورده رو میگرفتیم و به شکل و سیاق خودمون تنظیمش میکردیم با کمک دوستان و هنرمندی دیگه و اینو ارائه میکردیم، یه خاصیت ویژه‌ای پیدا میکرد. و بعد اینکه اصولا من همه جور موسیقی همیشه عادت داشتم که گوش میکردم، و خب موسیقی افغانی هم قسمتی از اون بوده. بعد در ادامه مثلا همین شکل افغانی خوندن، من همه آهنگایی که خوندم افغانی نبودن، ولی مثلا اولین آهنگ که من خوندم به اسم حمدی فیل، اونو خیلی معروف شد. بله، اونم به توصیه دوستان با لهجه خوندم، با لهجه افغانی خوندم، که خب بله اونم که میگید خیلی موفق شد، ولی آهنگ افغانی نبود، آهنگ سازش جوان ایرانی بود، آقای منصور جان نژاد، هر جا از خدا سلامت بدارش. و بعد مثلا آهنگ افغانی هم خوندم، مثلا اون نگار خودش مثلا یه ملودی افغانی بود که باز ما استفاده کردیم، و به صورت یا گل سیب مثلا، من خدا با یه سفری داشتیم به افغانستان در کابل، با آقای زلاند اونجا برخورد کردیم و دیدیم همدیگر رو، ایشون دعوت کردن ما رو به منزلشون، و یه شب بسیار طولانی و نازنینی در خدمت ایشون و دوستان همکارشون که موزیشنان هم دعوت کردن، که رباب میزد، که تابلا میزد، خود ایشون هارمونیوم میزد و میخون، و در اون شب ما یه ضبط شد هم با خودمون برده بودیم که هرچی که من میخوندم یا دوستان میخوندم، من همکار دیگه هم کوروش انگالی، نمیدونم ایشتید که از هنرمندان این شهر با من، نقاش بسیار خوب، نقاش خوب، شاعر خوب، موزیسین خوب، و الانم که استاد کرسی زبان فارسی در آستین هست. ایشون همراه ما بود، گیتار میزد، و همونجا ما سفارش یه طبله و یه رباب دادیم به این دوستان، برای ما تهیه کردن که ما بعدا به ایران آوردیمش. در اونجا مثلا یه سری ملودی رو ما ضبط کردیم آوردیم، گل سیب مثلا یکی از اونا بود. گل سیب رو ما آوردیم، مثلا فرمتش رو عوض کردیم، ولی ملودی واقعا افغانی بود و اون کلمات شاعر ناشناس افغانی بود. همش افغانی نبود، ولی اینجوری هم بود. و حالا این روزها که ما نگاه میکنیم به
افغانستان که نگاه ما به افغانستان الان بیشتر شده بعد از هزار بلا که سر این مردم افغانستان با